درود و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما بینندگان و شنوندگان خوبمون در پادکست هفت خیلی خوشحالم از اینکه دوباره تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم من هرانوش هستم منم درود و سلام میگم بهتون ایمان هستم ما بارها و بارها از برابری انسانها فارغ از باورهای مذهبیشون ملیتهاشون نژادشون پیشینه قومی و خانوادگیشون و جنسیتشون صحبت کردیم ولی این به این معنی نیست که این آرمان قرار یک شبه محقق بشه مسائل پیچیده مثل نابرابری جنسیتی حاصل تفکراتیه که شاید دهه ها و یا حتی قرن ها رواج داشته برای همین هم ایجاد تغییرات بنیادین و فرهنگسازی یک پروسه زمانبر خواهد بود همیشه گفتیم و من حقیقتا شخصا باور دارم که ایجاد تغییرات بزرگ با قدم های کوچیک ولی مصمم ممکن میشه هر کدوم از ما باید به سهم خودمون در جهت آگاهی رسانی و نهادینه کردن این ارزش ها در خانواده و اطرافیانمون اقدام بکنیم مجمع اقتصاد جهانی در آخرین گزارشی که منتشر کرد و در اون 146 کشور رو بررسی کرد ایران رو همچنان جزء پنج کشور انتهای جدول در خصوص شکاف جنسیتی اعلام کرد البته که این آمار میتونه دل سرد کننده باشه ولی شاید این زنگ خطر رو برای ما به صدا در بیاره که نیاز داریم اون رو جدی بگیریم و برای تغییرش حتما بیشتر تلاش بکنیم همونجوری که میدونید یکی از آموزه های آین باهایی دستیابی به برابری جنسیتیه و در این راه هم باهایان در هر سرزمینی که باشن تلاش میکنن و ما امروز میخوایم ازتون دعوت بکنیم که در کنار ما بیننده بخش هایی از یکی از پادکست های تصویری سرویس خبری جامعه باهایی باشین که نگاهی داره به یادگیری های جامعه باهایی هندوستان در راه دستیابی به برابری جنسیتی در روستای بیهار بریم با هم صحبت های خانم باها و انبراسان رو که از اعضای جامعه باهایی هندوستان هستند در همین زمینه ببینیم و بشنویم You're listening to the World News. So, the that... در گرد همایی که ما در آن حضور داشتیم شرکت کنندگانی از چهار روستا از زیلت بهار حضور داشتند. تعداد زیادی از خانواده ها به روش های مختلف در حال یادگیری به کار بردن اصول بهالا در زندگی خود هستند. اونها جمع میشن تا در مورد اصول و آموزه های و کاربرد اون در زندگی خود صحبت کنند. گفتگوی ما در واقع در ابتدا با صحبت در مورد این اصل آغاز شد که منظور ما از برابری چیست و در تلاش برای کشف اون. در مورد اینکه چگونه روح اساساً جنسیت نداره صحبت کردیم و اینکه چگونه هر فرد در شرایط خاص و در زمان خاصی از تاریخ متولد میشه اما همه افراد در نزد خداوند یکسان هستند هر فردی شریفه و هر کسی مسئولیت رشد خودش رو داره و باید فرصت رشد و تکامل رو داشته باشه و چگونه این درک از برابری به ما اجازه میده تا از برخی از سوالات حساسی که در اطراف وجود داره فراتر بریم اینکه آیا خوبه یک دختر یا یک زن کاری انجام بدن و همینطور این ایده آموزش ما در مورد این صحبت کردیم که چرا دختران نمیتونن بیرون برند چون محیط امن نیست. مثلا گفتن این نگرانی وجود داره که اگر بیرون برند در مسیر درستی قرار نخواهند گرفت. بنابراین همه این نگرانی ها وجود داره. اما اگر نگرانی یا مانعی وجود داره، جامعه چگونه به فکر رفع این موانع هست؟ چطور میتونیم در داخل روستا فضاهایی ایجاد کنیم تا اونها ادامه تحصیل بدن؟ how do we create spaces within the village for them to pursue the education میدونی داشتم تو همین چند دقیقه ای که خانم انبراسان داشتن صحبت میکردم به این فکر میکردم که چقدر طرح مسئله مسئله مهمیه یعنی ما طرح سوال و طرح مسئله هم اونجوری که باید عنوان بکنیم خیلی مهمه آره چون فکر کنم اگه درست انجام نشه و مطابق با واقعیت های اون جامعه یا اون جغرافیا نباشه در نهایت هر اقدامی هم که انجام بدیم به شکست منتهی میشه و این واقع بینیه توی طرح مسئله خیلی میتونه مهم باشه خب بریم ببینیم چه کردن در ادامه ما سعی داریم جریان تکامل هر فردی در روستا را از دوران نوزادی تا 18 20 سالگی توصیف کنیم این جریان چه شکلیه تا سه سالگی اکثر کودکان تحت مراقبت مادر هستند و خانواده دور اونها هستند بعد برای یک بچه پنج ساله چه هایی برای پیشرفت وجود داره از نظر آمادگی برای زندگی جایی که میتونن رشد کنن کجاست؟ جایی که بتونن پیشرفت کنن؟ چه فرصت هایی برای پیشرفت روحانی دارند؟ چه فرصت هایی برای تحصیلات آکادمیک خوب دارند؟ چه دروسی بهشون تدریس میشه؟ و همه اینها تا سن 18 20 سالگیه و بعد باید از خودمون بپرسیم که آیا اینها برای پسران و دختران هر دو وجود داره؟ و وقتی این سوال رو میپرسیم توصیف زندگی یک دختر از یک سن خاص متفاوته در برخی از روستاها هنوز هم ازدواج در سنین پایین وجود داره. اونها توضیح دادن که چگونه از زمانی که در کلاس هشتم یا نهم هستند دختران نباید به مدرسه برن. به عنوان مثال برخی از روستاها دارای مدارسی تا مقطع ابتدایی و برخی از اونها تا مقطع راهنمایی هستند اما بعد برای تحصیلات دبیرستان که در روستاشون امکاناتی وجود نداره باید به یک روستای دیگه بره. و چون مدرسه در روستا نیست این خانوادن که تعیین میکنن که میخوان دختر را به روستای دیگه ای بفرستن یا نه و بعد در مورد ورود به مقطع کارشناسی درصد کمی از اونها واقعا دنبالش هستند. ما پسران جوانی را داریم که برای تحصیل به بیرون از روستا میرن اما دخترها نمیتونن بیرون برن متاسفانه این موضوع ازدواج اجباری که خانم انبراسان بهش اشاره کردن مختص کشور خاص نیست میدونم در ایران هم در بعضی نقاط این اتفاق میفته و شاید خوب باشه که بیشتر راجبش آگاهی رسانی بشه و حقوق انسان ها بیشتر رعایت بشه نکته که من از تو صحبت های خانم متوجه شدم هم خیلی واقعیه یعنی این که دغدغه دارن برای امنیت بچه هاشون که نرن مدرسه هم واقعا یه حقیقت یه واقعیتیه که توی جامعهشون هست ولی هیچ مشکلی به نظرم بدون راه حلم نیست یعنی همونطور که دارن اشاره میکنن خب واقعیت هندوستان اینجوری هست ولی خب خیلی اقدامات میشه براش انجام داد که این اتفاقات نیفته برای بچه ها بریم ادامه یه صحبت های خانم هم موضوع دیگری که صحبت کردیم آداب و رسوم خاصی بود که دقیقا با جنسیت مرتبطه یکی از تصوراتی که وجود داره اینه که لحظه ای که یک دختر به دنیا میاد چیزی به نام پرایادان وجود داره که در انگلیسی به معنای ثروتیه که مال شما نیست و قرار از بین بره و همچنین برای ازدواج دختر با شرایط خوب اگه میخواین که واقعا اون خوشحال باشه شما باید مهریه زیادی پرداخت کنید really یا وقتی یک پسر به دنیا میاد شور و هیجان وجود داره و نحوه جشن گرفتن با جشن تولد یک دختر بسیار متفاوته البته در بعضی جاها خانواده هایی هستند که حتی وقتی دختر به دنیا میاد شکرگزاری میکنند. اما در اکثریت اگر دقت کنی هنوز نگرانی های بسیاری وجود داره و هنوز این تصورات وجود داره زیرا شما نقش این دختر رو به عنوان کسی میبینی که قرار فقط تو خونه باشه البته تلاش های زیادی از سوی دولت برای تغییر این دیدگاه صورت گرفته و کارهای زیادی انجام شده. اما هنوز حتی در خانواده های تحصیل کرده هم گاهی این تصورات غلط وجود داره. مثلا در یکی از ایالت ها اخیرا بحث می کردیم که دختران جوان زیادی داریم که الان درس می و بعد شروع می کنند به تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته های مختلف مثل پرستاری، حسابداری و غیره. اما بعد ازدواج می کنند و میرن و هیچ زمینی وجود نداره تا از این همه آموزشی که دیدن استفاده کنند. موضوعی که ما در موردش صحبت کردیم این بود که اگر مشکلی در روستای ما وجود داره ابتدا در مورد دلایل وجود این مشکل سوال بپرسیم به عنوان مثال تمام تصوراتی که در مورد دوران پریود یک زن وجود داره یک تابوست شما در مورد اون صحبت نمی کنید. زن در این دوران بسیار ناپاک تلقی می و اجازه نداره وارد فضاهای خاصی در خانه مثل آشپزخونه یا جایی که در اونجا خدا را می پرستن می شه. And then the women actually... زنان حقیقتا در گرده همایی تونستن به روشی بسیار علمی دلایلی که ممکنه به اون علت این اعمال رخ بده رو توضیح بدن. اونها توضیح میدادند که خانم ها در این دوران نیاز به استراحت دارن. نیاز به توجه بیشتری دارن. باید غذای مقوی بیشتری بخورن و نمیتونن کارهای سنگین انجام بدن. معمولا این زن هست که در واقع صبح زود از خواب بیدار میشه و اولین کسیه که در خونه بیدار میشه همه چیز رو آماده میکنه و سپس به مزرعه میره و او آخرین کسیه که میخوابه و آخرین کسیه که هر چی باقی مونده رو میخوره پس خیلی زیبا در جمع هدف از این کار را بیان کرده. ما چگونه این طرز فکر رو تغییر بدیم؟ سوال دیگه که از خودشون میپرسن اینه که معمولا این محیط ناامن در روستا به خاطر تعداد افراد انگوش شماری است و کل روستا ناامن نیست پس اهالی روستا به جای ترس از این تعداد انگوش شمار برای رفع این چالش چه کاری میتونن انجام بدن و چه کسی از جامعه میتونه به این موضوع رسیدگی کنه تا روستا به محیطی امن برای زنان و دختران تبدیل بشه تا اونا بتونن برای درس خوندن بیرون بدن for girls and for women, and they can go out with their studies. من همیشه این بخش مشورت رو خیلی خیلی لازم و مهم میدونم به نظرم مثلا دنیا زمانی به بلوغ میرسه و ما آدم ها زمانی به بلوغ میرسیم که بتونیم مشورت بکنیم و این قسمتی از صحبت های خانم براسان که داشتن در مورد مسئله مشورت صحبت میکردن به نظرم خیلی مهم اومد که باید فرایند مشورت صورت بگیره در هر محل در هر جامعه که مادرش زندگی میکنیم آره چون فکر میکنم اینجوری یه فرصتی به همه اعضای اون جامعه میده که راجب تفکرات رایج و حتی باورهای سنتیشون تجدید نظر بکنن آره هم این مسئله همین که جای رشد داره و هر محله هر انسانی باید روی این مسائل کار بکنه بریم ادامه داستان رو بشنویم نکته دیگه که اونها در موردش صحبت کردن اینه که اونها میخوان بسیاری از شیوه ها رو زیر سوال ببرن. زیرا در حال حاضر باید همه چیز رو زیر سوال ببرن. به خاطر میارم که در مورد این صحبت می کردیم که چطور ما بخشی از هیچ حرکتی نیستیم که بخوایم حالا جمع داشته باشیم و این گفتگوها را انجام بدیم. و برابری را ایجاد کنید. هر جایی که مرد و زن وجود دارند، مانند هر اصل یا قانونی like که بر طبیعت حاکمه، شما نیروی گرانشی دارید که بر نحوه عملکرد جهان حاکمه. برابری اصلی است که بر نحوه تنظیم امور بشریت حاکمه. چون ما افرادی هستیم که یاد میگیریم زندگی هدفمندی داشته باشیم. اما چطور میتونیم به بهبود زندگی همه اطرافیانمون کمک کنیم؟ و در تلاشمون برای ادامه زندگی که در اون میخوایم دنیای جدیدی بسازیم سعی میکنیم اصول برابری و عدالت رو ترویج کنیم و در پرتو این اصله که میخوایم تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم که آیا من هر روز در این باره تلاش میکنم یا خیر بنابراین اگر ببینم در خانوادم داره مشکلی به وجود میاد یک سال از خودم میپرسم که چرا من اجازه دارم برم تحصیل کنم ولی خواهرم اجازه نداره من سوال میپرسم تا دلیلش رو بفهمم و وقتی دلیلی ارائه میشه بررسی میکنم که آیا با اعتقاد من به شرافت انسانی و یا اعتقاد من به فرصت رشد برابر برای همه مشارکت در جامعه مطابق هست یا نه موضوعی که خانم انبراستان بهش اشاره کردن یعنی همسو کردن اقدامات و طرحهامون با اصول انسانی و معنوی فکر میکنم خیلی میتونه مهم باشه به نظرم میرسه که به این جهت خیلی مهم میتونه باشه که روند رشد خودمون و اطرافیانمون رو میتونیم یه محک درستی بزنیم و یه نکته که خودت هم بارها بهش اشاره کردی و البته دم که خانم انبراستان هم گفتن اینه که موفقیت حاصل قدم های کوچیک ولی پیوست است یعنی فکر نکنیم اقدامات بزرگ یک شبه قرار رخ بدن با همین کارهای کوچیک میتونیم جلو بریم به اون هدفمون نزدیک تر بشیم خب بریم بخش پایانی رو با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم خانم انبراستان چه نگاهی دارن بنابراین واقعا من فکر می کنم این گفتگوها بسیار پربار بودند و فکر می کنم فراتر از برنامه های واقعی چیزی که اونها بر سرش توافق کردن این بود که این اصل الان هر اقدام دیگه ای رو که اونها انجام میدن شکل میده. بنابراین وقتی اونها به آموزش فکر میکنن اصل برابری به اونها کمک میکنه. به عنوان مثال اونها در مورد این صحبت میکردن که اگه تعداد محدودی معلم و جوانانی داریم که میتونن به نیازهای تحصیلی یا آموزشی در جامعه رسیدگی کنن چطور مطمئن بشیم که حداقل ابتدا دختران را تحت پوشش قرار بدیم؟ البته در آخر اونها گفتن نه ما میخوایم هر بچه تربیت بشه اما در عمل سعی میکردن ببینن این به چه معناست ما نمیتونیم آموزش دخترها رو تو مرحله آخر بذاریم بلکه مطمئن میشیم که ابتدا دخترها آموزش ببینن چون اونها مادر میشن و اگه نوع آموزش مناسبی داشته باشن خانواده تشکیل میدن که به خوبی آموزش خواهند دید بنابراین ما در مورد اینکه چطور میتونیم در ارتقای حیات آموزشی جامعه مثل فرایند آموزش در جامعه صحیح باشیم و اینکه چگونه به سطح جدیدی برسه صحبت کردیم حالا چطور میتونیم این دیدگاه محدود که آموزش راهی برای آماده کردن ما برای یک شغله رو فقط گسترش ندیم اونا مشورت کردن که چطور میشه گروه های مطالعه را در روستا با موضوعات مختلف که شامل پسرها و دخترها باشه تشکیل داد. و اگه در روستا گروه های مطالعه وجود داشته باشند، این دقدقه رفتن دخترها به بیرون از روستا رفت میشه. اونا همچنین در مورد امکان ثبت نام و آموزش از راه دور و دسترسی به همه این کتاب ها صحبت کردند. اما اونها همچنین میخواستند امکان راه اندازی کتاب خونه هایی که در اون دختران جمع بشن و مطالعه کنند رو پیدا کنند. و در حال حاضر یک سازمان بهایی در بهار وجود داره که در زمینه آموزش نیز کمک میکنه. این سازمان همکنون به این فکر میکنه که چطور به این جریان آموزش کمک کنه. اینکه چه گذینه هایی برای اونا برای پذیرش در کالج وجود داره. و در چه رشته های درسی میتونن شرکت کنند؟ بنابراین این یک مشورت بسیار پرباری بود. به نظر من یک چیز بسیار جدید برای این ایالت بود. ولی دوستان گفتن میخوان به عقب برگردن و ببینن این گفتگو رو میتونن در چه جاهایی باز کنن. بنابراین چه اونها در گروه خانواده باشن یا جایی که برای دعا دور هم جمع میشن و حتی میتونن در گرد همایی جوانان در مورد اهمیت برابری زن و مرد در زمینه دقدره های تحصیلیشون و دقدره های زندگی خانوادگی باهاشون صحبت کنن. اما این امر اکنون چطور بر تعاملات اونها تاثیر میذاره؟ فکر می کنم یکی از دلایلی که این گفتگو به این زیبایی انجام شد این بود که اعتماد زیادی در بین اهالی روستا رشد کرده. گروهی از دوستان هستند که با هم این مسیر خدمت را طی کنند و تلاش می‌کنند منظور از پیشرفت سطح تحصیلات و زندگی این جامعه را درک کنند. اونها به صورت روزانه به همدیگه کمک می کنند. پیوندهای میان خانواده ها با جمع شدن برای دعا به درگاه خدا قوی تر می شه. اما همچنین در مورد برخی از مسائل مهم مربوط به خانواده و زندگی اونها در جامعه صحبت می کنند. و مشاهده میکنن که چگونه توانایی اونها برای کمک به یکدیگه در حال افزایش. به عنوان مثال مواقعی وجود داره که یک دختر نمیتونه از خونه بیرون بیاد و به کلاس بره. این طور نیست که اون تنها بمونه. گروهی از مردم میان با خانوادهش صحبت میکنن، سعی میکنن دلایلش رو بررسی کنن. به خانواده اطمینان میدن که ما با اون هستیم بنابراین اونا با هم میرن و کارهای مختلف انجام میدن و به یکدیگه کمک میکنن. اعتماد واقعا رشد کرده و پیوندهای بین خانواده ها قوی تر شده. تجربه بسیار خوبی بود که بخشی از این گروه از دوستانی بودم که در مورد این موضوع صحبت میکردن You've been listening to from the Field, A podcast series from the Baha'i World News Service. For more stories and podcasts, visit news.baha'i.org. اونجا شنیدید بخش هایی بود از یکی از پادکست های تصویری سرویس خبری جامعه بهایی که در اون خانم باها و ناامبراسان در خصوص مسیر دستیابی به برابری جنسیتی در روستای بیهار در هندوستان نکاتی رو مطرح کردند. خیلی ممنونیم از مخاطبین خوبمون که تا پایان این بخش با ما همراه بودید هر کجا هستید خدا نگهدارتون باشه